جدیدترین شماره نشریه پنجره متعلق به اصولگرایان منتقد دولت فهرستی منتشر کرده از کسانی که در رابطه با اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم بودند یا اسمشان از سوی مقامات قضایی مطرح شده اما هنوز پایشان به دادگاه باز نشده است محمود احمدی نژاد اتهام علیه دولت خود را رد می کند اما منتقدان اصرار دارند دولت او با عوامل متهم به اختلاس ارتباط داشته است اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران امضای او پای چند نامه برای واگذاری کارخانجات به گروه متهم به اختلاس منتشر شده چند باری هم متهمان در دادگاه گفتند با او جلسه داشتند عنایت ریاهی خواهرزاده رحیم مشایی به عنوان یکی از متهمان در بازداشت است اما هنوز مقامهای غذایی اتهامی متوجه رحیم مشایی نمیدانند حمید بهبهانی وزیر سابق راه چند کارخانه از جمله تولید محصولات راهان را به گروه متهم به اختلاس واگذار کرده است نام چند معاون و مشاور او بارها در دادگاه مطرح شده که رشوه های چندصد میلیون تومانی دریافت کردند بهبهانی که استاد احمدی نژاد در دانشگاه بوده با ادغام وزارت راه و مسکن مدتی است مشاور رئیس جمهوری ایران شده علی اکبر مهرابیان وزیر سابق صنایع او هم مانند بهبهانی بعد از ادغام وزارتخانهاش با وزارت بازرگانی به سمت مشاور احمدی نژاد منصوب شد برخی از مقام های وزارت صنایه به عنوان متهم پرونده اختلاس در دادگاه گفتند مجوز ارائه زمین و امکانات به گروه امیر منصور آریا با دستور مستقیم مهرابیان بوده است حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی عالی ترین مقام بانک مرکزی که بازداشت شده اما هنوز در دادگاه حاضر نشده است در پروندگی اختلاس بانک ها همکاری نزدیکی با عوامل اختلاس داشتند و به همین دلیل رئیس بانک مرکزی مورد انتقاد نمایندگان مجلس بود آنها معتقدند بانک مرکزی نظارت لازم بر بانک های کشور را نداشته است محمد جهرومی و محمود رضا خاوری رؤسای بانک های صادرات و ملی ایران این دو بانک بیشترین همکاری را با گروه متهم به اختلاس داشتند با اینکه مقام های قضایی از تخلفات آنها گفتند اما تا کنون جهرومی به خاطر حمایت برخی چهره های صاحب نفوذ حکومت احضار نشده و خاوری هم که به خارج از ایران گریخته است علایالدین بروجردی نماینده مجلس غیر از دولتی ها از چند نماینده مجلس به عنوان متهم به همکاری با عوامل اختلاس یاد شده که مهمترین آنها علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است مقام های غذایی از احضار و حتی بازجویی آنها گفتند اما هنوز معلوم نیست که در دادگاه حاضر شوند یا خیر تمام قدرت با مفاصل اقتصادی بر خود. تا کنون مقام های غذایی جمهوری اسلامی تاکید کردند که همه عوامل اختلاس محاکمه می شوند اما با گذشت 11 جلسه دادگاه هنوز خبری از محاکمه یا احضار این متهمان نیست اکثر این افراد از مسئولان عالی رتبه دولتی هستند آرش سیگارچی صدای آمریکا